دردی میکران پاینده ایران عباس موسوی سفیر ایران در باکو خیلی جمهوری اسلامی جالبه این آقای عباس موسوی که رسما یک پانتورکه و در راستای اهداف علیوف خیانت هایی در چارچوب منافع ملی ایران و تمامیت ارزی ایران تا به امروز انجام داده خوشخدمتی های خیلی زیادی برای آقای الهام علیوف انجام داده صدا از شیعیان پوفیوز در نیمده این شیعیان پفی و شیعه های علی هم. دیگه علی هم بی غیرت بود دیگه نه رو زنش غیرت داشت نه رو دخترش غیرت داشت اینا هم شیعه اونن رو وطنشون غیرت ندارن اما یه سری چیزای ظاهری هستش که همیشه علی هم براش مهم بود اینا هم براشون مهمه الان این آقای عباس موسوی با حجمی از خیانت ها به ما به وطن به تمامیت ارزی به منافع ملی فروختن اطلاعات گسترده به آقای الهام علیوف که بعضا خیلی هاش اینقدر تابلو بوده که اثبات شده هستش و موازه حالا میتونیم بگیم اون اثبات نشده خیانتش به اون شکل ولی موازه خائنانش بسیار پابلیک بوده یعنی موازه خائنانش بسیار پابلیک منتشر شده اما هیچ وقت صدای این جماعت در نیمار اما الان این خانم باکویی اینقدر خوشگل و اینا قشنگ به خودش رسیده لاکچری بلند شده رفته سفارت جمهوری اسلامی به عنوان خبرنگار با سفیر عکس گرفته سفیرم خیلی خوشحاله خیلی معلومه خوشحالی همچ خانومی اومده میشد بی می می خوشحالی دیگه میفهمم بهش کادو هم داده کادو داده سفیر خیلی خوشحاله بعد سفیر خیلی خوشحاله این خانوم هم رفته اونجا تو سفارت جمهوری اسلامی میری سفارت حکم اه... چیز داره دیگه خاک کشور رو داره یعنی ایشون در خاک ایران اینجوری حضور پیدا کرده بعدم پرچم حالا در کنار این بحثایی که بچه مذهبی یا بر سر تیپش اینا دارن میگن که خب من این بخشو برای ما شوخیه اتفاقا کار درست اینه که انسان اینجوری قشنگ خوشپوش باشه لاکچری باشه خیلی هم عالی اینجا خیلی حرفه در سفارت جمهوری اسلامی برای مصاحبه پرچم باکو رو میذارن پرچم جمهوری اسلامی رو نمیزنن من نمیگم پرچم ایران چون این پرچم خرچنگ نشان رو پرچم ایران نمیدونه ولی خب در اونجا برای که تو سفارت و اونا اومدن اونا دیگه قضايا دعوای داخلی ما رو کاری ندارن اون پرچم خرچنگ نشان که شبیه خفاشه یا سیکای هنده اونو به عنوان پرچم ایران میدونن پرچم ایران رو میبینید که نیست و اون پرچم هست و اینجا خیلی نکات جالبی است که تو عکس ها من داشتم نگاه میکردم دست کم من پرچم ایران ندیدم ولی عکس این الدنگا رو دیدم که تو سفارت جمهوری اسلامی دیگه تو سفارت جمهوری اسلامی عکس خامنه اینا و نکته ای که بود جریان مذهبی اصلا براش مهم نبود که اینجا پرچم آذربایجان هست تو سفارت ایران براشون این خانم بیهجاب حجاب خاک تو سرتون کنم یعنی نگاه کنید اولویت‌ها رو اصلا نمیشناسن بعد حمله کردن به این سفیر که اگه دین نداری لاغر آزاده باشید یعنی چی یعنی اگه به اون خانم گیر بده پوشش داشته باش با هر تیپی که دوست داری نیا یعنی آزاده است تمام مثلا برعکس میکنن جناب سفیر اگه دین نداری لاقل آزاده باشید یعنی جلو اون خانم رو بگیره به خاطر بی اگه دین نداره خب اعتقادی به نداره دیگه چجوری الان مثلا آدم آزاده یعنی میگه که همسر عزیزم چادر کیسه زباله کن تو سرت سطح مغز این بهاره جنگروی دیگه یعنی بی شعور من نمیفهمم اینجا هم اکسه دیگه ای از این خانومه من نمیفهمم منظورشون واقعا اینا چی از دنیا چی میخوان نوشته جناب سفیر اگه دین نداری لاقل آزاده باشید سفیر کشور جمهوری اسلامی هستید همون کشوری که امام خمینی حاضر نشد با خانومی که صرفا روسری بر سر ندارد مصاحبه کنه همون کشوری که نوجوان رزمنده آن اصیل دست بسیا بود حاضر نشد با یک خانم بی حجاب مصاحبه اگر دین و اعتقادات نداری لاقل آزاده باشید و به جای ذوق زدگی از عکسای بالای سرتان خجالت بکشید شأنیت قانون کشور را زیر پا گذاشید در این مکان که جلسه برگزار ای سفارت ایران است سفارتخانه هر کشور معنی خاک همان کشور را میده شما در این جایگاه در خاک کشور جمهوری اسلامی ببینید در خاک کشور جمهوری اسلامی نامی از ایران نمیاره بهاره بهاره فاحشه بهاره فاحشه میگه در خاک کشور جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی حکومت کشور نیست یکی به این النگ بگه یکی به این النگای شیعه بگه من تف کردم تو اون فرق شکافته ی علیتون یکی به این بی شرفا بگه اینجا کشور ایرانه کشور جمهوری اسلامی ماهیت کشوری نداره ماهیت حکومتی داره جمهوری اسلامی یک حکومت است یک سلسله است کشور نیست حرام لقمگان شیعه من شاشیدم تو حلقه تشنه امام حسین تو نیست کشور نیست جمهوری اسلامی من میگه که در خاک کشور جمهوری اسلامی با چنین خبرنگاری با این وضع ظاهری اجازه قانونی و شرعی برای مصاحبه داری منتظر پاسخ وزیر امور خارجه تو این مطلبی که این نوشته مهمترین خیانتی که آقای عباس موسوی کرده پرچم باکوه هیچ <applause> اشاره ای نمی کنه به پرچم باکو خاک تو سرا فقط فکرشون به هجابه یارو <applause> داره کل مملکت و چند ساله دست کم دو ساله داره کل مملکت رو به آقای علیوف میفروشه <applause> اینا فکر هجابن <applause> خیلی بیشرفتر از این حرفان که ما فکر میکنیم آقا دو سال عباس موسوی داره این سطح اطلاعات این سطح همکاری این سطح مهرای نفوزی الهام علیوف در ایران پرورده میکنه بعد الان هم پرچم باکو تو خاک ایرانه نه خاک جمهوری اسلامی تو سفارت ایران پرچم باکو آوردن بدون پرچم خرچنگ نشان شما شما برای این چیزای اصولی صدا در نمیاد برای حجاب صدا در میاد چقدر شما ها یعنی این بلاحت و مرد میزان بیشعوری این جماعت حدی ندارد با خودشون هم جمع میشن تو کلاب ها و اسپیس ها تو جمعه خیلی کوچک وای خلا یه حرفایی میزنن اصلا آدم نمیدونه مغزش سوت میکشه مغزش سوت میکشه این بیناموس های بیغیرت از کجا اومدن واقعا شیعه مستاق بارث بیغیرته خبرگزاری هم واکنش نشون داد و آقای سفیر برای عزت ایران استفاده این رواست مصاحبه سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو با یک خبرنگار خانم در جمهوری آذربایجان با واکنش منفی بسیاری از ناحیه دوستداران ایران و جمهوری اسلامی مواجه شده خب ببینید اینجا بازم عکس میبینید دیگه هیچ نشانی از پرچم ایران نیست و پرچم باکو آخه برای چی برای خبرنگار پرچم باکو رو بیاره میگه این گفتگو در داخل سفارت در باکو صورت گرفته به لحاظ حقوقی داخل سفارت هر کشور نظر مقرر و قوانین مناسا به مسابقه خاک آن کشور محسوب شد و مسئولان سفارت های کشور ما میتونن و البته بهتر بگوییم باید آداب ایران اسلامی را رایت آداب ایران این هم حتی تصنیم هم که مال سپاه در سطح خیلی بیشور هنوز نفهمیده که باید گیر بده به خاطر پرچم با این وجود خبرنگار خانوم بدون حجاب و بدتر از اون با زایری حتی پایینتر از پوشش عرفی رسمی خانم ها در کشورهایی که رعایت حجاب الزام قانونی نیست در این گفته ظاهر شده که نوعی اهانت به مناسبات درون خاک ایران محسوب میشه اما این اهانت را بدون واکنش است باز این هم تنها دغدغش دق حجابه میگه این خبرنگار همچنین پرچم جمهوری آها اینجا چه عجب چه عجب این اشاره کرد خبرگزاری تسنیم بالاخره اشاره میکنه میگه این خبرنگار همچنین پرچم جمهوری آذربایجان را در کنار خود قرار داده حال آنکه اساسا خبرنگاری یک کشور مقام رسمی آن کشور محسوب نمیشود که بخواهد چنین تشریفاتی را برای خود بجا... چه عجب یعنی بجز این توییت آخر که بالاخره ما یه حرف حساب از این بی شرفا شنیدیم دیگه بحثی نیست البته پرچم ایران هم هست حالا عکسایی که گرفته شده الان پارسا برای من فرستاده تو عکسای دیگه پرچم ایران هم هست مونتا حالا عکسا رو جوری گرفتن که پرچم ایران نیفته دست کم تو اون سالان پرچم ایران هم بوده عباس موسوی پرچم ایرانو گذاشته ولی نه اجازه میداده پرچم جمهوری آذربایجان باشه خیانت اینجا چون اون خانم خبرنگار مقام رسمی نیست و اون اومده مصاحبه دلیل نداره که پرچم آذربایجان بیاره بعد روی دیدم که یکی از این امام جمعه هم شروع کرده حمله به این آقای موسوی اونم یه دو سه دقیقه شو گوش کنیم ببینیم چی میگه اجازه بدید این امام جمعه که حمله شدیدی کرده بود به موسوی اما یه اتفاقی هم اخیرا افتاده داره باز یه فضای دیگه ای به رومون باز میشه اگر... امام جمعه پردیسان قومه اگر حواسمون نباشه اون هم یه فضای خطرناکیست حالا تا اینجاش داخل خودمون بودیم و خودمون حالا میخواییم از اون طرف به بیرونی هامون هم چراغ سبز نشون بدیم یه فضایی براشون باز کنیم یه عکسی در رسانه ها منتشر شد چون تکذیبش نکردند معلومه هست دیگه اگه بنا بود نباشد تکذیب میشد ما بنا رو بر این میذاریم که هست این مسئله یه اکسی عکسی منتشر شد سفیر کشور ما در باکو کشور آذربایجان خبرنگاری آمده خدمتش برای مصاحبه ای برنامه ای دو تا اتفاق خیلی زشت و زننده ضد عزت اونجا رخ داده در حضور این سفیر نمیتونه این سفیر اسمش رو بذاره سفیر جمهوری اسلامی از نظر ما کسی که نتونه عزت کشور ما رو رعایت کنه این سفیر ما نیست و باید هرچه زودتر وزیر امور خارجه تکلیفش رو با این سفیر روشن کنه این مطالبه جدیه ماست اتفاق اولی که رخ داده یه خانوم بیهجاب در خاک کشور ما مستحضرین سفارتخانه هر کشور در کشور دیگه در حکم خاک اون کشوره دقیقا. در خاک کشور ما الان الان تو خاک کشور ما به صورت میدانی نه فقط سفارت الان تو کل ایران هم بی حجابیا بعد از محسا امینی جوری است که دارید وضعیت رو دید. یعنی خاک کشور ما هم الان کسی ارزنی برای حجاب که چی الان برای شهادت علی هم کسی ارزنی اصلا ارزش قائل نیست اینم یه نکته دیگه ای در اتاقی که مزیم به عکس امام راحل مزیم به عکس مقام معظم رهبری رئیس جمهور محترم عکسش اونجاست میاد میشینه در حضور سفیر ما بدون هجاب و از اون طرف یک کار بی سابقه کجا خبرنگار یک کشور در حکم مسئولین یک کشور حساب میشن که پرچم آذربایجان رو همونجا باید داشته باشه برسته. چه خیلی دلخوشی از این کشور رو مخصوصا رئیس جمهورش داریم حالا به این شکل هم ما رو در مقابل اونها خورد کنه سفیر ما این خوفمون از اینه اینه به ساده کنارش رد نشیم باز به نظر حقیر دارن آزمایش میکنن شماها رو میخوان ببینن میزان حساسیتتون تا چه حد فردا روز انتظار این رو هم داشته باشیم اونجا که در حکم خاک ماست مکشفه آمدن در داخل کشور ما در داخل خاک ما هم باز به همین شکل بیان یعنی به نظر حقیر یه فاز دیگری در بحث هجاب زدایی و مبارزه با مظاهر اسلامی در جایی که مسئولین ما متاسفانه خوابند داره رقم میخوره حالا اینم یواشکی تو پرانتز عرض بکنم که بقایای همون سفرای قبل هستند که فقط و فقط با نیش باز مواجهه پیدا بکنن با دشمنان ما و ما رو خفیف و خار بکنن در مقابلشون آقای رئیس جمهور متاسفانه در زدودن این بقایای دولت قبل اونطوری که باید نتونست موفق عمل بکنه این انتظار کماکان از ایشان هست هم دعاشون میکنیم توفیقاتشون رو از خدا می و هم یه مقداری اقتدار بیشتر نسبت به این مسائل مقتدرانه و محکم بر خود. خب، این هم اصل حرفش بر سر هجابه حالا البته بماند که بعد گفتن آیه عباس موسوی استفاده داده برخی از رسانه های باکو گفتن نه ایشون استفا نداده همچنان داره کار میکنه و الهام علیوف مثل که داره اعمال قدرت میکنه که جمهوری اسلامی سفیرش باشد نباشد و دستگاه نفوذ جمهوری جعلی باکو در ایران در جمهوری اسلامی در فشار گذاشته که عباس موسوی استعفا نده اما خبرهایی اومد که عباس موسوی استعفا داده حالا اینکه استعفا داده یا اینکه بر, خ... بر, اساس خبرهایی که از باکو داره میاد استفاده نداده و نذاشتن استفاده بده و به اعمال نفوذی هم کرده باکو که در نوع خودش واقعا اتفاق جالب توجهیه که جمهوری جلیه باکو بتونه به ما نفوذ کنه به ما بگه که ما چه سفیری یا میتونیم اینجا داشته باشیم یا نداشته باشیم ولی اصل حرف اون بیغیرتی در ذات شیعه است بیغیرتی که عباس موسوی دو سه ساله داره خیانت میکنه در اتفاقات جنگ غرباق موازه و خیانتاش روشن بوده جمهوری اسلامی صداش در نیمده و الان بچه مذهبی شیعه صداش در نیمده و الان به خاطر حجاب یک خانم خبرنگار اینجوری حساسیت ایجاد میکنه اینا چیزی نیست جز اینکه ما با یک جمله میرسیم شیعه بیغیرت شیعه ذاتش غیرت و البته یک خرفتی خاصی در شیعه من میبینم جریان شیعه گرا از یک خرفتی تاریخی رنج میبره خرفتی که با سخنان موهن و با سخنان توهمی در چارچوب مظلوم نمایی و در چارچوب ربط دادنش به آسمان و اینجور مسائل هم تلاش میکنه که خودش رو از نظر روانی بازیابی کنه چیز دیگه ای در این چارچوب من نمیبینم به هر حال آره دیگه این چیز علی هم خیلی خوشگل نوشتی اونجا و چون مرگ علی هم هست دیدم که این علی شهید مهراب هم که زدی این چرا یه شبیه چیزیه این علی که گذاشی دورش یه حاله گذاشی شبیه چیزیه بعد خود این علی هم شبیه سراخ سر یه چیزیه دیگه بیشتر بازش نکنم دمتون هم خیلی ممنون با این ترهایی که خودتون میری عاشق ترراهیاتونم پاینده ایران و بدرود